درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره دوه قدرمن میلمانه د ښځو حقونو فعال اغلې سوریا پایکان او د ښځو حقونو فعال اغلې عالمتاب رسولي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور مدان چې خپرونه کې راسره یاستئ، اغلې پایکان غواړم بحث له تاسو راپیل کړم. د امنیت شورا ناسته د افغان ښځو د کاربندیز په تړاو باندې چې جوړه شوې ده، او بالاخره یو پریکړه لیک تصویب کړی دی او له اسلامي امارت یې غوښتي چې د ښځو د کاربندیز په تړاو باندې اسلامي امارت په خپله پریکړه باندې بیا کتنه وکړي. دغه ناسته تاسو څنګه ارزوئ؟ سلام به شما شنوندگان محترم شما و همچنان بانو رسولی عزیز. وعلیکم سلام. بله، ما شاهد مجلس شورای امنیت هستیم و شورای امنیت این بار به اتفاق آرا در مورد وضعیت زنان افغانستان و رفع محدودیت ها زنان افغانستان قطعنامه را صادر کرد که این قطعنامه در حقیقت عمل کرد طالبان محکوم کرد. یعنی قطعنامه است که به محکومیت فرامین و دساتیر که رهبری طالبا صادر کرده و خاطر جلوگیری درس و تعلیم دخترها این قطعنامه صادر شده. یک خوبی از این قطعنامه داری است که یک اتفاق آرا در شورای امنیت وجود آمده. با وجود از اینکه کشورهای منطقه و همسایه مثل چین و همچنان روسیه و کشورهای دیگه در همسایگی ما، ایران، پاکستان، اینا هم در اینجا اشتراک داشتن و تقریبا 90 کشور دنیا به این قطعنامه رای داد و تایید کرد. خوبی یک قطعنامه در امی است که یعنی یک اختلاف نظر در شورای امنیت در قسمت نبود. آقای پایکان، دغه پریکرلیک غندل یا محکوم اول اساس په نظر باندې درد څومره دوا کولی شي؟ عملی اقدامات باید څه وي چې هغه وشي؟ میخواستم در این قسمت گپ ما ادامه بتم که این یک محکوم کردن است و ما شاهد قطعنامه ها و اعلامیه های در گذشته هم بودیم. سازمان ملل متحد سازمان نیست که کار عملی و اجرایی داشته باشد در این قسمت. اما مهمی است که این قطعنامه در کجا عملی میشه؟ آیا طالب ها میپذیرند این قطعنامه را و میتونه که دستور و فرمان های خود را بگیره؟ اینا مسائل هست که بعدا باید ما ببینیم. و قطعنامه ها زمانی که صادر میشه بر اعضای از او الزامی میباشه و اعضا چی میکنن؟ در کشور خود این قطعنامه را میاره و در اونجا بر خود طرز العمل جور میکنه و هر بند قطعنامه را باید عملی بکنن. که وزارت خارجه طالبا تا کنون هیچ واکنش نشان نداده و شاید هم نپذیره این قطعنامه. بله، من آقای پایکان بیرته راگرزم تاسو ته. آقای رسولی، ستاسو په باور باندې د ښځو د کار بندیز یا د کار په اړه باندې فکر کوئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه ناسته به څومره مرسته وکړی شي یا به څومره مؤمده تمامه شي؟ عرض سلام خدمت شما خانم پایکان و بینندگان عزیز. وعلیکم السلام. سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که تصویب کردن در ارتباط به کار زن و حق تحصیل دختران، این هرچند امید بخش کننده است، امیدوار کننده است بر ما، در بخاطر که ما دیگه راهی نداریم جز ای که هر صدایی که به عنوان دادخواهی از حقوق زن و دختر در افغانستان بلند میشه ما امید داشته باشیم و به او قناعت کنیم. اما سوال اینجاست که سازمان ملل متحد در دو سال که گذشت کجا بود؟ چرا صدای بلند نکرد؟ چرا این قطعنامه را در زمان آغاز محدودیت ها به تصویب نرساند؟ که در این دو سال ما این همه مشکلات را مواجه شدیم، چرا از آغاز اقدام انجام نداد؟ و ولی ای که بازم این قطعنامه را در این زمان پس از دو سال مشکلات تصویب کردن، این زمان بر ما قناعت بخش خواهد بود که در ساحه عمل اینا فعالیت کنند، در ساحه عمل اقدام کنند و کنترل و نظارت داشته باشند بر این عمل این قطعنامه و تلاش کنند تا یک نتیجه مطلوب از تصویب قطعنامه به دست بیارند.
آقای رسولی پایکان سب مخ اشاره درلوده چې ملګری ملتونو سازمان نشي کولای چې افغانستان کې د ښځو د کار بندیز په اړه باندې عملي اقدامات وکړي، هغوی د عملي اقداماتو واک نه لري. نور کوم اقدامات دي چې هغه د ملګرو ملتونو صلاحیت کې دی چې هغوی کولای شي افغان میرمنو سره مرسته وکړي؟ زمانی که سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرده ای که متاسفانه هنوز حکومت امارات اسلامی پاسخ به این قطعنامه ندادن، هیچ واکنش نشان ندادن، این نشانگری ای است که این مشکل بیشتر میشه. یعنی فکر نکنم که حکومت امارات اسلامی به این آسانی مسئله را قبول کنن. اما گفتیم به حکومت امارات اسلامی است، زمانی که سازمان ملل متحد را میگن که این یک مسئله داخلی کشور ماست و این مسئله را مختص میسازین به یک جغرافیای خاص، پس در این زمان در صورتی که شما موضوع را موضوع داخلی میدانین، پس بیاین با مردم همی کشور، با ملت همی کشور که در افغانستان زندگی میکنن و نقش اساسی را در راستای حکومت داری و ساختار حکومت ایفا میکنن، پس بیاین با همی مردم یک جا شده و همسو شده این مشکلات را حل بسازین. من آقای رسولی برتره گردم. آقای پیکان ساس په باور باندې لکه رسولی صاحب اشاره درلوده چې ملګرو ملتونو په خپل وخت کې کله چې محدودیتونه ولګول شول په افغانستان کې دغه ډول پریکړې هغه وخت کې ونه غندلې یا اقدام ونه کړ، له دوه کلونو تیرېدو وروسته دوی وایي چې لا هم عملي اقدامات ونه شي، فکر نه کوي چې درد به دوا شي. ستاسو په نظر باندې دا چې اسلامي امارات وایي د ښځو د حقونو یا د ښځو د کار موضوع دا یوه داخلي موضوع ده، ولی افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان غړی دی، کله چې غړیتوب ترلاسه کیږي هلته ځینې مسایل مطرح کیږي او په هغې باندې توافق کیږي، فکر نه کوئ بیا حاکم نظام د ملګرو ملتونو منشور نه سرغړونه کوي؟ دقیق است که افغانستان عضو جامعه بین المللی هست، عضو سازمان ملل متحد است و باید که قایده ها و نرم های سازمان ملل متحد و جهان تایید بکنه و قبول بکنه. اما این مربوط میشه به حکومتی که بر سر قدرت است. اینجا افغانستان عضو است، اما حکومت بر سر قدرت انوز نتانسته که راهی بر سازمان ملل متحد پیدا بکنه. انوز کرسی سازمان ملل متحد به اینا واگذار نشده و تا به حال کدام تعامل رسمی با اینا برقرار نشده، در حالت تعامل غیر رسمی هستن اینا. بنابراین این حکومت میتونه که قبول نکنه، چون یک حکومتی هست که شناخته شدن نیست. برای عضو که سازمان ملل متحد که افغانستان است، کی باید این عملی بکنه؟ طالبا؟ طالبا خود رسما شناخته نشدن و رسمیت ندارند در سطح جهان. به این نسبت این یک خالیگاه هست در اینجا. و من باید بفهمم مردم افغانستان که قطعنامه ها در گذشته ها هم که صادر شده، حکومت نرمالی که در افغانستان بوده در گذشته ها، یعنی یک حکومت نیمبند و سیستم وجود داشته، اونا مجبور بودن که او قطعنامه ها را بیارن و مطابق قانون خود در داخل افغانستان باز یک طرز العمل یک راهکار مطابق از جور میکنن و او را عملی میکنن بر تمام وزارتخانه های خود. فرض مثال میگن که شما این کارا را انجام بدین. فرضاً امید قطعنامه صادر شده به خاطر درس و تعلیم دخترها، به خاطر کار زنان و محکوم شده، البته به خاطر از این هم نیست که باید عملی شده و گفته که گرفته شود باید تمام فرمان ها. آیا طالب ها این صلاحیت وزارت خارجهشان داره که به رهبری خود بگوید که فرمان تا پس بگی؟ اینا مسائل هست که بسیار مشکلات تکنیکی را داره. بله آقای پایکان، دلته که اسلامی امارت نړیوال ټولنې یا ملګرو ملتونو لخوا نه تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، څومره هیله یا امید شته چې بالاخره اسلامی امارت دغه چا خبره چې د هغوی لخوا تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی ومني؟ خب طالب ها تا به حالی که به رسمیت شناختن نشدن و شرایط خود هم داشتن و دارن و دنیا مطرح میکنن، ولی موضوع ای که در افغانستان چی میگذره، مسئله داخلی افغانستان و اینا میگن که این موضوعات موضوعات داخلی خود افغانستان است،
و مردم افغانستان حکومت سرپرست میتونه که نسبت به مردم خود خودش تصمیم بگیره. این مشکلات هست که در داخل افغانستان با وجود آمده. بعضی اوقات مشکلات داخلی باعث از این میشه که یک حکومت به مشکل جهانی گرفتار شود و دنیا بالاش تصمیم بگیره. فعلا حکومت طالب ها در امی قسمت قرار دارند که در مسئله داخلی خود یک بدنی از جامعه را از حقوقش محروم ساخته، اجازه نمیده برشان و در حقیقت در مغایرت با نرم ها و قایده های بین المللی عمل کردن است. بناهن و رسمیت شناختن از اینا از این نایه هم بسیار ضرر دارد. اگر قطعنامه صادر میشه و یا ای که مردم افغانستان ناراض است، رضایت نداره، اینا مانی میشه که این حکومت و رسمیت شناختن نشه و باید حکومت سرپرست مطابق به شرایط حکومت داری خود آماده بسازه در داخل مردم افغانستان رضایت حاصل بکنه، همکاری بکنه و قایده های وضع بکنه که مطابق و میارای جهانی باشه، که متاسفانه تنها به گفتن از اینکه این کار داخلی ما هست اکتفا نمی کنه. یک بدنی از جامعه رو محروم می سازیم و اونا رو در زندان قرار می دیم در خانه ها و می گیم که این کار داخلی ماست. پس پیشرفت جامعه ما به کدام اساس صورت می گیره؟ این نیمی بدنه جامعه که استعدادها و ظرفیت های بسیار قوی هستند، اینا رو محروم کردن از حق اسلامی شان، تنها حقوق بشری رو ما مطرح نمی کنیم. اینا خودش کارهایی هست که مانع و سد بر شناختن حکومت طالب است. بله آقای پیکان برتراگر زمانه، آقای رسولی است به باور باندې ځینې وایي چې په افغانستان کې د ښځو مسلې نه د سیاسي فشار په توګه باندې ګټه پورته کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ واقعا د ښځو مسله په افغانستان کې سیاسي شوې ده؟ دقیقا امروزه مسئله زنان یک مسئله سیاسی شده که در سراسر جهان مورد بحث قرار میگیره و امروزه گفتگو میشه در ارتباط به این و در سازمان ملل متحد که خود ما شاهد هستیم که قطعنامه تصویب کردن و این یک بخش از مسائل سیاسی است. اما حکومت امارت اسلامی این مسئله را باید پایان ببخشن، یعنی باید بالاخره یک تصمیم اتخاذ کنند و باید تلاش کنند تا این مشکلات و این معضلات حل شود. قسمی که خانم پیکان گفت که زمانی که نیمه از پیکر جامعه که ظرفیت ها و توانایی های قوی برای پیشرفت جامعه هستند، وقتی که از سطح صدر جامعه از ساختار حکومتی حذف میشن، پس مشکل اساسی بر ساختار حکومتی ایجاد میکنند، نه تنها بر زنان که در خانه میمانن و این مشکل برشان ایجاد شده، بلکه به خود حکومت، به خود امورات حکومتی مشکل اساسی ایجاد میکنه. زمانی که این زنا در سطح ادارات نباشن، کارها به گونه کن و سست پیش میره و ما حکومت نمیتونه از این ظرفیت ها استفاده درست بکنن، ظرفیت هایی که بالایشان سرمایه گذاری شده، اونا درس خواندن، تحصیل کردن، یا هم همی ظرفیت هایی که خودشان تلاش کردند، زحمت کشیدند تا بالاخره بتونند که جامعه را به سوی پیشرفت و آبادانی برسانند و بالاخره امروز در کنج خانه ماندند. در زمانی که تمام کشورهای جهان تلاش میکنند که به پیشرفت برسند و پیشرفت کنند و بر آگاهی و بیداری برسند، ولی امروز ما شاهدی هستیم که زنان افغان منه. در کل مردم افغان، ملت افغان دوباره برمیگرده به مو انسانایی که مون اولیه که فقط چیز خوردن خوابیدن دیگه کار نداره. ډیر زیات مننه آقای رسولی برتراگر زم درنولیدون کولاند دمل رو تر دمی ورس بیا هم د نیمورز او بحث دوام. درنولیدون کو بیا هم خره غلاس بحث او نیمورز مو دوام لري. آقای پایکان استاس په باور باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ملګری ملتونه ځینې نورمونه لري او دغه نورمونه باید د اقل د هر دولت چې غلطي تړون کړی د هغه ته غاړه کېږدي وی منی که اسلامي امارت بیلابیلو برخو کې چې د افغانستان د هغه غړیتوب لري او افغانستان هغه نورمونه لاسلیک کړي دي، دغه نورمونه ونه منی، فکر کوي چې په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازولۍ موضوع تر څنګ د رسمیت پیژندنې یا سیاسي تعامل موضوع څومره ستونزمنه کېدی شي؟ خب میخوایم بگویم که حکومت طالب ها سیاست را پیش روی گرفته که یعنی بر دنیا میگه و سازمان ملل متحد
که من کار خودم میکنم، مرا به کار شما غرض نیست و شما به کار ما غرض نداشته باشید. کل گپ همی هست. همی هر لحظه که ما میشنویم که میگه این مسائل مسائل داخلی ما هست، شما به کار ما مداخله نکنید. به این شکل حکومت طالب دوام میکنه و بسیار دوام خواهد کرد. به خاطر از این که اینا فعلا هر روز که تیر میشه، هر سال که تیر میشه، قدرت خود تحکیم میبخشه. و مخصوصا که موضوع گروه های متعدد دیگر در افغانستان وقت دنیا بحث میکنه، اینا موضوعاتی است که برای دوام طالب بسیار زیاد مؤثر واقع میشه. حال افغانستان کشوری که هیچ کس با او شناخت نخواد داشت، ولی امسایه ها و بعضی کشورها در حال تعامل با اینا است قرار دارند و به خاطر منفعت خود، به خاطر تامین امنیت خود، به خاطر مرزهای خود با اینا در تعامل هستند. به این شکل این قدرت ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که مردم افغانستان خودشان درست. آقای پایکان، اخو تبع نړیواله ټولنه د خځو د کار مسله یا د خځو د نجونو د زده کړو موضوع سری کرخې غنی، څه فکر کوئ چې دغه موضوعات بیا افغانستان له ټکر سره نه مخ کی؟ خب همی لحظه هم در ټکر است افغانستان. وقتی که مسئله درس و تعلیم و کار زنا این روی کرد موضوع هست، در روی کرد مسئله هست که گویا اینمی یک موضوع سرخ است و آل روس هم به این مسئله تاکید کرد، در این قطعنامه چین هم تاکید کرد و همسایه های ما هم. این موضوع موضوعی هست که در ظاهر قضیه است، اما در عمق قضایا، در عقب قضیه مسائل بسیار مهم دیگه حیاتی هست که سر از او مردم افغانستان هیچ آگاهی هم نداره و جهان هم این دقیقا نمیگن، صرف چیزهایی را میگن که مثلا نمیشناسیم که زنها و دخترهای افغانستان تا دست نخونه. تا زمانی که محدودیت کار اعضای سازمان ملل متحد در افغانستان مطرح نشد و از کار کشته نشد، سازمان ملل متحد فقط در اعلامیه ها اکتفا میکرد. و حال تنش به حدی رسید که باید مجبور است قطعنامه صادر کنه و برای عملی کردن قطعنامه مجبور است که راههایی را جستجو بکنه. من ناغل پایکان برترا گرزم. آقل رسولی ستا سپان بانده ده خزو ده فعال پتوگ بانده و سنی وضعیت دوام چه پایلی لرلیش؟ اگر شرایط به همین گونه ادامه پیدا کنه، ما به خطر بزرگ مواجه خواهیم بود. خطر بزرگ ما را تهدید میکنه و این خطر در قدم اول فقر و بیسوادی است. زمانی که یک زن سرپرست خانواده است، او دستش از کار گرفته شده و در گوشه خانه مانده، مجبور است طفلش که باید درس بخونه او را میفرسته روی جاده و سرک تا با کار شاقه حداقل یک چند افغانی، یک چند لقمنان حلال پیدا کنه. این در قدم اول فقر به ایجاد میکنه که خود ما شاهد هستیم که امروزه در حالی که ما عقب مانده ترین و فقیرترین کشور جهان هستیم، اما باز هم ما به جای ای که رو به سوی پیشرفت باشه، دوباره فقر در افغانستان افزایش پیدا میکنه. و همچنان زمانی که این طفل به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان از درس باز میمانه، زمانی که بزرگ میشه، پس ما از او چی توقع داریم؟ از یک فرزندی که سواد نداره و عمرش را به خاطر یک لقمه نان حلال سپری کرده، او نمیتونه که تغییرات بزرگ در جامعه ایجاد کنه. او نمیتونه یک انجینیر موفق باشه، او نمیتونه یک حکومتدار موفق باشه، چون او سواد کافی نداره یا حتی اصلا سواد نداره به خاطر بودن در حکومت و حضور فعالش در جامعه و میمانه به همو کار که از کودکی آغاز کرده تا بزرگی به همو پیدا کردن یک لقمه نان. بله آقای رسولی، ستاسو پند باندې سره له دې چې ملګري ملتونه د ښځو د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي یا نارې وهي، یو انتقاد اوس په ملګرو ملتونو باندې په همدغه ناسته د امنیت شورا کې شوی، دغه دا دی چې هیڅ افغان ښځې ته هغلته په داسې حال کې چې د افغان ښځو په برخلیک یا د هغو په ژوند یا وضعیت باندې خبرې کیږي، د افغان ښځو هیڅ فعالې ته هلته د ګډون نه بلنه نه ده ورکړل شوې. دغه چلند څنګه ارزوئ؟
یک بار دیگه سوال. بله، سوال ما دقیقا طور بود که سازمان ملل همیشه از حقوق زنان افغان صدا بلند کرده و دفاع میکنه، سنگر دفاعی رو بر خود گرفتن. به نظر شما حالا انتقادی است که نشست شورای امنیت سازمان ملل که برگزار شده، دهی به هیچ عضو یا نماینده یا فعال حقوق زنان دعوت داده نشده، این برخوردش چگونه برخورده است؟ خب زنان در این سوال تنه. بله، سازمان ملل به فعال حقوق زن دعوت نداده در این نشست، این برخورد سازمان ملل را چگونه ارزیابی میکنه، چگونه میبینین؟ خب دقیقا قسمی که من قبلا انتقاد بر سازمان ملل متحد داشتم که سازمان ملل متحد در این دو سال هیچ صدای بلند نکرد و هیچ اقدام نکرد، میتونستی قطعا مرا در قبلا صادر کنه و یا تصویب کنه. بله. اما ای که میگن که افغانستان کشور شناخته شده و به رسمیت شناخته، این نیست که سازمان ملل متحد علیه او کدام قطعنامه را تصویب میکرد. امروز هم افغانستان یا حکومت افغانستان در هیچ جای به رسمیت شناخته نشده، پس امروز چرا این قطعنامه را تصویب کرد؟ امروز هم این تفاوت با روزای گذشته نداره. همین چنین این مثلا که زنان در نشست زنان فعال سیاسی در افغانستان در نشست سازمان ملل متحد حضور نداشتن، این یک نقد بزرگ است که سازمان ملل متحد در فقط به عنوان یک نمایش از عملکرد و فعالیت میخواد که خود را نشان بده که یعنی نمایش بده به ای که فعالیت میکنه یا فعال است، و ای که ای زنان در این بخش حضور نداشتن همی نماینگری ای است که سازمان ملل متحد شاید امی فعالیتش در حد امی تصویب یک قطعنامه بمانه. من آقای رسولی برتا مراگرزم جنبندی که بستاس نظر و اخلمه. آقای پیکان غوالم بس را جنبندی کو لدق وضعیت ده وطل و ده پارا بالاخره ده افغان خز و ده ببرخلی که وضعیت پای ترسیدو ده پارا چه باید وش حل رسید که دیش؟ اینجا دو مسئله مهم است. یک مسئله از است که موضوع حقوق بشری مردم افغانستان است که دنیا سر از این تاکید میکنه، مخصوص همسایه های قوی ما مثل چین و روسیه و اینا. ولی موضوع دیگه مسئله حقوق زنهای افغانستان است که زنهای افغانستان آهسته آهسته دارن که از علم و دانش کاملا مجزا میشن و شما میفهمین که علم و دانش رخت میبنده از جامعه زنان افغانستان. اینال ما به قرن حجر روان میشیم و او حقی که در گذشته به ما داده شده بر مبنای دین اسلام او عملی نمیشه. این پیامد بسیار خرابی را داره. پیامدش این است که کشور ما همونطور که یک کشور عقب مانده هستیم، یک کشور جنگ زده هستیم، باز هم ما به عقب میریم. پیشرفتی در زمینه وجود نمی داشته باشه. ما باز هم محتاج کمک های بشری دنیا خود بودیم و از خود اقتصاد که بر مبنای از او استوار باشیم و بتانیم که زندگی خود پیش بریم نداریم. زندگی و حکومت داری به این معنا نیست که ما با کمک دیگران زندگی بکنیم. باید از خود چیزی ساخته داشته باشیم و از چیزی بسازیم تا که دنیا متوجه شوند که در افغانستان یک ظرفیت های وجود داره که میتونن حکومت داری بکنن، امنیت تامین بکنن، اقتصادش درست بکنن، علم و دانش پیشرفت بدن. اما این پیامد خوب نداره و عاقبت افغانستان به تاریکی خواهد رفت. آرزو داریم که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره و حکومت طالب از او سیاست های که مانع پیشرفت افغانستان میشه خودداری بکنه و بتانیم که یک سیاست انکشاف گرایانه و توسعه گرایانه و یک سیاستی که ما را در قطار کشورهای دنیا قرار بده، این سیاست در افغانستان عملی شود تا ما بتانیم در آینده من حیث یک کشور مستقل، یک کشور که با خود ارادیت و بتانیم که مانند کشورهای امسایه و سایر کشورها ما نظریات خود در عرصه های مختلف پیشرفت جهانی داشته باشیم. بله. دیره من آقای پیکان کورودان، آقای رسولی ستا سپند بنده حل لارت سکی دیشیم؟
رای حل قبلا قسمی که قبلا ما گفتم حکومت امارات اسلامی باید با ملت افغانستان همسو و همطرف شود. باید با برگزاری مذاکرات که زنان هم در این مذاکرات شریک باشه با یک توافق جمعی برسن و همچنان میشه که لوی جرگه مردمی را برگزار کنن و پاسخ سوال تک تک دختران و زنان افغان را برشان بتن و در مقابل سرنوشت که به نفع زنان و دختران اسرا بسازن، به خاطر که این دو سال مدت کم نیست که زنان و دختران در کنج خانه ماندن و هیچ دستاوردی نداشتن به همین دلیل باید به این وضع خاتمه بدن و بیاین با ما یک جا همسو شده با هم یک برنامه یک تصمیم را اتخاذ کنیم که به هر دو طرف قناعت بخش و هم یعنی مفید باشه. ډیر زیاته مننه دوړو قدرمنو میلمنو نه کور مدان چې خبرونه کوم ګډون کړه په موضوع سره بحث تلوت.